آمدن آن امیر نمام با سرهنگان، نیمه شب بگشادن آن حجره ایاز و پوستین و چارق دیدن آویخته و گمان بردن که آن مکر است و روپوش و خانه را حفره کردن بهر گوشه‌ای که گمان آمد، چاهکنان آوردن و دیوارها را سوراخ کردن و چیزی نایافتن و خجل و نومید شدن، چنان که بدگمانان و خیالندیشان در کار انبیا و اولیا کی می گفتند کی ساحرند و خیشتن ساختند و تصدر می جویند، بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد. آن امینان بر در حجره شدند، طالب گنج و زر و خمره بودند، قفل را بر می گشابدند از هوس، با 200 فرهنگ و دانش چند کس، زان که قفل صعب و پرپیچیده بود، از میان قفلها بگزیده بود، نزد بخل سیم و مال و زر خام، از برای کتم آن سر از عوام، که گروهی بر خیال بد تنند، قوم دیگر نام سالوس هم کنند، پیش با همت بود اسرار جان، از خسان محفوظ در از لعل کان، زر به از جان است پیش ابلهان، زر نثار جان بود نزد شهان، حرص تازد بیهوده سوی سراب، عقل گوید نیک بین کان نیست آب، حرص غالب بود و زر چون جان شده، نعره عقل آن زمان پنهان شده، گشته 100 تو حرص و غوغاهای او، گشته پنهان حکمت و ایمای او، تا که در چاه غرور اندر فتد، آنگه از حکمت ملامت بشنود، چون ز بند دام باد او شکست، نفس لوامه بر او یابید دست، تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دل آن گوش کرش، کودکان را حرص گوزینه و شکر، از نصیحتها کند دو گوش کر، چون که دردت دنبلش آغاز شد، در نصیحت هر دو گوشش باز شد، حجره را با حرص و 100 گونه هوس، باز کردند آن زمان آن چند کس، اندر افتادند از درز سهام، همچو اندر دوغ گندیده هوام، عاشقانه در فتد بادکر و فر، خورد امکان نی و بسته هر دو پر، بنگریدند از یسار و از یمین، چارقی بدریده بود و پوستین، باز گفتند این مکان بینوش نیست، چارق اینجا جز پی روپوش نیست، هین بیاور سیخهای تیز را، امتحان کن حفره و کاریز را، هر طرف کندند و جستند آن فریق، حفره ها کردند و گوهای عمیق، حفره هاشان بانگ میداد آن زمان، کنده های خالی هم ای کندگان، حفره هاشان بانگ میداد آن زمان، کنده های خالی هم ای کندگان، زان سگالش شرم هم می داشتند، کنده ها را باز می انباشتند، بی عدد لاحول در هر سینه ای، مانده مرغ حرصشان بیچینه ای، زان زلالت های یاوه تازشان، حفره دیوار و در غمازشان، ممکنندای آن دیوار نی، با ایاز امکان هیچ انکار نی، گر خداع بیگناهی میدهند، حاویت و عرصه گواهی میدهند. باز میگشتند سوی شهریار، پر ز گرد و روی زرد و شرمسار.